باند روحانی در حراس از پیامدهای خروج آمریکا از برجام بر لزوم عقبنشینی نشینی رژیم و حفظ ارتباط با آمریکا از طریق اروپا تاکید می کند. روزنامه جهان سنت از باند روحانی با عنوان اروپا راهی برای ارتباط دوباره با آمریکا نوشت این واقعیت را هر چند دردناک باید بپذیریم که خروج آمریکا از برجام نوید مشکلات زیادی را می دهد که جایگاه نظام در جامعه جهانی را متزلزل می کند. ما باید طوری رفتار می کردیم که رابطه با آمریکا ادامه دار باشد و باید روابط و تعامل من را با همه کشورهای اروپایی و آمریکایی ادامه دهیم. جایگزینی یورو به جای دلار تفکر درستی نیست. این را هم نباید فراموش کرد که در صورت اعمال تحریم اروپا از سوی آمریکا این بار کشورهای اروپایی هم پاپس می, پا می کشند و روابطشان را با ما ادامه نخواهند داد. روزامی حکومتی شرق نیز نوشت قبول داوطلبانه یکی از خواسته های ترامپ یعنی تمدید مدت برجام از ده سال به 15 سال نشان می دهد هدف نظام ساخت بمب هسته ای نیست. این اقدام داوطلبانه پیامد منفی برای کشور ندارد اما ابعاد مثبت آن بسیارند. از سوی دیگر پاستار حسین شریعت مداری نماینده خامنه ای در کیهان نوشت علت اینکه ترامپ باید به پذیرش پیشنهاد اروپا از جانب نظام امیدوار شده باشد اظهار نظرهای نسنجیده برخی از مسئولان است که پی در پی اعلام می کردند که اگر آمریکا هم از برجام خارج شود ما به حضور خود در برجام ادامه خواهیم داد کیهان خامنه ای همچنین به نقل از یک کارشناس اقتصادی رژیم حرف روحانی در مورد ادامه برجام با اروپا را رد کرد و نوشت اجرای برجام بدون آمریکا بی‌معنی است. عملکرد قوانین تحریمی که ممکن است تا 180 روز دیگر بازگردد، اجرای برجام با اروپا و بدون آمریکا را غیر ممکن می کند. پاسدار سلامی جانشین سرکرده کل سپاه پاسداران نیز گفت اروپا نمی‌تواند از تبعیت سیاسی آمریکا خارج شود و یفسود ما باید با الگوی جنگ ایستادگی کنیم باند روحانی به آتش کشیدن پرچم آمریکا در مجلس رژیم را اقدامی از سوی باند رقیب توصیف کرد علی متحری نایب رئیس مجلس ارتجاع گفت آتش زدن پرچم در مجلس کار بدی بود نباید برخی مخالفان دولت, ب... دولت برجام را وسیله تصفیه حساب سیاسی قرار دهند روزنامه آرمان از باند روحانی نیز با عنوان آتشبازی در مجلس رژیم نوشت جریان رقیب در مجلس پرچم آمریکا را به آتش کشید که سوژه رسانه جهانی شد. آخوند محمد یزی رئیس پیشین قضایه خامنه‌ای و مهره اصلی ولی فقیه ارتجا در قوم با اعتراف به اوجگیری مخالفت با نظام ولایت فقیه گفت متاسفانه برخی با لباس روحانیت میگویند که حوزه علمیه نباید به حکومت و دولت وابسته باشد. وی از استمرار دشمنی ها و توطعه های مختلف برای تضعیف نظام و سرنگونی ابراز وحشت کرد.